درود بر شما من سام ایران شهر هستم امروز 18 همه آزر ماه هست و شما شنونده پادکست یک من هستید در ابتدا باید تشکر فراوان بکنم از این همه مهر و محبتی که شما به ما دارید و با لایک های خودتون ما رو همراهی میکنید اگر هم به تازگی به جمع بیننده های ما پیوستید با سابسکرایب و فالو و همینطور در یوتیوب با کلیک کردن روی دکمه زنگ میتونید از آخرین برنامه ها مطلع بشید خب برنامه امروز مربوط به چیزی که به اصطلاح دور هشتم گفتگوها در وین بهش اطلاق میشه و میدونین که بارها قبلا گفتگو کردن و پس از روی کار اومدن دولت رئیسی یعنی به نوعی تغییر مسیر رژیم به سمتی دیگه و اصولا رئیسی هم به همین جهت روی کار اومده و به زم خودش این نعمت رو علی خامنهی به او داده برای بخور بخورهای جدید و همونطور که میبینید الان مثلا دور هشتم چند روز پیش یکی از مسئولین نظام گفت ما انقدر در مذاکرات جدی هستیم که تمام تیم مذاکره کننده یعنی با خانواده هاشون و تمام هزینه هاشون که بار قبل یا تو من گفتم یه نفر حساب کرده و یک میلیارد تومان در روز هزینه اقامت اینها در وینه همشون اونجا موندن یعنی این تعطیلات رفتن آقایان و خانماشون و بچه در پوشش مذاکره و گفتگو و دیپلماسی و دیپلماتیک و همه اینا هر لحظهش برای مردم ایران فقط خرج داره و این پولا هرگز به ایران باز نخواهد گشت خب دور هشتم رو امروز شروع کردن برای گفتگو و پس از پایان دور هفتم و بررسی اسنادی که رژیم ارائه داده در دور جدید تمام کشورهای مذاکره کننده از روسیه و چین گرفته تا اروپا و آمریکا یا همگی گفتن که ما سرخورده و نگرانیم از چیزایی که رژیم میخواد الان در دور هشتم که امروز شروع شد نه تنها از گفته های قبلی کوتاه نیومدن که چند توم اضافه کردن الان شبکه مقاومت رژیم المیادین برای این کشورهای عربی و محور مقاومت و اینا این یک سری از شروط جدید رژیم رو افشا کرده و گفته با پنج شرط اینا دارن میرن برای مذاکره گفته که لغو کامل تحریم های واشنگتن یکیشه دریافت زمانت از طرف آمریکا یعنی زمانت هم میخواد و جبران خسارت های وارد شده به ایران را شرط کرده و همینطور گزارش افسوده که در این حال به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات را بعید دانسته و اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس را یک پیام تهدید غیرقابل قبول خواندند همونطور که میبینید رژیم داره حتی بیشتر فاصله میگیره از قبول هر چیزی و من دلیل اینکه چرا خامنهای داره فاصله میگیره رو در این پادکست که سعی میکنم کوتاه باشه بیان خواهم کرد برای شما الان پس از سرخوردگی همه اون افرادی که اون طرف میز نشسته بودن مقابل رژیم در دور قبلی مذاکرات رژیم اصلا عقب نشین نکرده و نخواهد کرد من الان دلیلشو رو خواهم گفت و این رفتار در جهت کلی تصمیمی که خامنهای گرفته و این حرکت به سمتیه و این حرکت توقف نخواهد داشت الان مثلا خود دیپلمات های رژیم مثلا مفخورن دیگه مشتی زبط صوت مفتخورن یا اینا. اینا گفتن که ند نت به نتی رسیدن سریع مذاکرات بعیده چرا؟ به خاطر اینکه اصلا رژیم به سمت هیچ مذاکره و معاهدهی حرکت نمیکنه. به نظر من جهتی که خامنهی حرکت میکنه به سمت هیچ نوع معاهده و برجامی نیست و این رو غربی حاضر نیستن قبول بکنن و میخوان انقدر سنگ مذاکره و برجام رو به سینه بزنن تا جونشون در ببینید اصولا این پرروگری رژیم و عدم شل کردن در خواستهاش برمیگرده به حماقت شخص جو بایدن و کمخردی این دستگاه دیپلماسی کنونی ایالات متحده اما نهایتا کار به جایی میرسه که باید با واقعیات کنار بیاند. و الان دارن یواش یواش نزدیک میشن به این موضوع در گزارش که المیادین داده از طرف دیپلمات های رژیم گفته که بسیار از خواستای وزیر خارجه انگلستان ناراحتن وزیر خارجه انگلستان چی گفته؟ گفته این آخرین فرصت رژیمه و در همون صحبت ها گفته بدهی 400 میلیون پوندی ما به ایران قانونی است میخواهیم پرداخت بکنیم منظور اینا از ایران رژیمه ببینید الان چیکار داره میکنه وزیر خارجه انگلستان وزیر خارجه انگلستان داره پول رو گرفته دستش پوند رو گرفته دستش داره تکون میده داره تکون میده می که به این پول بیا کنار بیا با ما پول رو بهت میدیم 400 میلیون پوند رو بهت میدیم این 400 میلیون پوند حق مردم ایرانه همه دنیا میدونن که هر پولی به این رژیم داده بشه خرج دزدی آقایون و آقازاده ها میشه از اون طرف بقیه پولم که میمونه خرج تروریسم میشه هیچی به مردم ایران نمیرسه اینو همه اینا میدونن اما ملت ایران چون خودشون قدرت سیاسی ندارن بر همین مجبورن تو سری بخورن متاسفانه و این تغییر خواهد کرد من نامید نیستم از ملت ایران اصلا و نه اصلا فعالیت نمی کردم کار نمی کردم اتفاقا امید من بسیار بالاست اما بعضی وقتها اگر پادکست قبلی منم شنیده باشید بعضی خیال می که مثلا نامیدی وجود داره نه بعضی وقتها ما نیاز داریم در آینه نگاه بکنیم ایرادات خودمون رو ببینیم به خودمون چارت فوش بدیم و بعد بریم ایرادات رو رفت بکنیم این لازمه یک انسان سالمه انسانی که واقعیات رو میبینه انتخاب پذیره و به دنبال پیشرفته اینطوری باید به موضوع نگاه کرد عزیزم الان انگلیسی ها دارن میگن که اگه پول میخوای ما حاضریم بدیم قانونی بد میدیم اصلا اما باید قبول بکنی باید بیای سر برجام بشینی و توافق بکنی اما علی خامنه ای اصلا به دنبال هیچ توافقی نیست هیچ توافقی به دردش نمیخوره شما دیگه هرگز نخواهید چنید که بیاد علی خامنه به این که نرمش قهرمانانه ما انجام دادیم یا گردش قهرمانانه یا چه چالش قهرمانانه یا چیز قهرمانانه اصلا این چیزا دیگه نخواهد بود چون اینها بند رژیمشون بسته به یک اعتقاد و اون اینکه که علی خامنه یک رهبر شکست ناپذیره اگر یک بار دیگه همچین اتفاقایی مثل چرخش قهرمانانه اینا بیفته دیگه این بند پاره میشه تنها کسی هم که در رژیم اسلامی تونسته بود هر معاهده هسته ای با جهان ببنده و وصل بکنه حسن روحانی بود یه سری به این موضوع دقت نمیکنن تنها کسی که تونسته بود این کار رو بکنه حسن روحانی بود هم اون بار اولی که سالها پیش این توافق شکل گرفت و بعد احمدی نژاد اونو شکوند هم برجام این فقط کار حسن روحانی بود حسن روحانی دیگه رفته دیگه اینا در داستان نیستن دیگه این حلقه نیویورک و غیره تمام شده برای همین هیچ کسی نیستش که دیگه علی خامنه ازش حرف شنوی داشته باشه و به حرفش گوش بده و فقط و فقط خواسته های او خواهد بود دیگه برجامی به نظر من در کار نیست و اما چیزهای دیگه ممکنه در کار باشه معاهده های دیگه ممکنه در کار باشه اما این شکلی ها نخواهد بود و اون به نظر من رسیدنش بسیار بعیده زمان بسیار هم برای رژیم هزینه خواهد داشت اگر برسه به اونجا کار رژیم و رسیدن به چنین معاهده ای از راه جنگ میگذره بذارید من بی پرده به شما بگم از راه جنگ با اسرائیل و احتمالاً با آمریکا ببینید الان خود نماینده خامنه ای در کیهان تهران علنا داره میگه اصلا ما در مورد هیچی که کوتاه نمیایم بلکه اصلا میخوایم تنگه هرمز رو ببندیم و اصلا پیش باشیم از غربی ها در هر چیزی در خواسته و این حرفا از بیت داره بیرون میاد یعنی اینجوری نیستش که کریت مداری همه چیز رو از خودش بگه اینا در حال مشورتا این حرفا زده شده اونجا و الان انقدر دولت آمریکا کوتاه اومده وا داده و گند زده تو در, تمام دنیا که سپاهیا الان ادعا میکنن که آمریکا رو کنترل میکنن البته سپاهیا همیشه چرت پرت زیاد میگن ولی در زمان دوران ترام اصلا از این حرف شما نمیشنیدید و میترسین ازش الان رئیس جمهوری در آمریکاست که واقعا همه دنیا بهش میخندن این آمریکا واقعا خودشون مسخره کرده ببینید رژیم در واقع هیچ جایی برای توافق نگذاشته و اصلا خامنه ای توافقی موقت به درش نمیخوره توافقی که الان غربی ها دنبالشن هر چه که باشه موقت خواهد بود چرا به خاطر اینکه بر اساس قدرت های برابر طرفین نیست ببینید رژیم الان دستش پایینه ضعیفه توانایی برخورد واقعی با هیچ کدوم از این دولت ها رو نداره مسئله اینجاست که اینها الان دارن به خامنه ای میگن که شما بیا قبول بکن خواسته های ما رو از اون به بعد خواسته بیشتر میشه پارها به این موضوع اشاره کرده خامنه میگه اول میان به ما میگن که آقا قنی رو فلان بکن بعد میان میگن که آقا موشک نساز بعد میان میگن که آقا جامعه رو اینجوری بکن بعد میان میگن که آقا اونجورا درست بکن این واقعیت داره ببینید غربی ها و فرهنگ غرب وقتی به یک توافق و تفاهمی میرسه با کشور آرام آرام شروع میکنه به کار کردن با اون جامعه یعنی دموکراسی باید بیاد حقوق زنان باید آزاد بشه مثلا یعنی من میدونم این حرفای حقوق بشری باد هوا بیشتر نیست اما سیستم کشورهای مترقی و غربی همه بر پایه اینهاست یعنی اونها حقوق بشر برای خودشون خیلی مهمه اگر در یک کشور اروپایی مثل آلمان یک حرکت غیر انسانی و غیر بشری از یکی از دولت مردان یا یک سیاستمداری یا کسی سر بزنه اون حزب ضربه میخوره و بر اساس حقوق بشر آلمانی ها هست نظام آلمان مشکل اینجاست که این حقوق بشر که چیز خوبی هم هست در صورتی که قوانین ایران بشری نشه یه روزی که الان ضد بشریه بشری نشه یه روزی این حقوق بشر جز شعاری بیش در مورد ایران نیست و این چیزی که خامنه میگه درسته بله غربی ها اگر باشون تفاهم بکنیم میان که چیزهای دیگه رو عوض بکنن و خامنه این رو هرگز نمیتونه قبول بکنه نه خامنه ای هیچ کدوم از اینا خونده کل دستگاه روحانیت شیعه که قطعا یک دستگاه تروریست و ایران ستیز است و به نظر من در آینده حتما باید این دستگاه یعنی والیان و امامان این دستگاه و کسایی که این رو میچرخونن یعنی تربیت کل روحانیت شیعه در ایران باید محاکمه بشن و تاریخی در دادگاه مثل نورنبرگ باید محاکمه بشن اما دلیل اینکه واقعا این مذاکرات به این فاجعه باری داره جلو میره و بد داره جلو میره وجود افرادی مثل رابرت ملیه ببینید با وجود رابرت ملی هیچ نوع توافق و تفاهمی آمریکا با هیچ کشوری نمیتونه داشته باشه یعنی شما نمیتونید رابرت ملی رو بفرستی برات با هیچ کشوری توافق بکنه چرا چون خود رابرت مالی کسیه که از دشمنش طرفداری میکنه و طرف دشمن رو میگیره و از حامیان حزب الله هم تو که به شما گفتم فلسطینی ها و تروریست ها و غیره یعنی علنا هست صحبتش همه جا میتونید برید ببینید این مثل میونه که مثلا لشکر توران و لشکر ایران در حال جنگه حالا پادشاه ایران با توران میخوان لب مرز دیدار بکنن به تفاهم برسن حالا تمام مشاوران پادشاه ایران همشون طرفدار لشکر تورانن شما به من بگید چطور ممکنه به تفاهم و توافقی برسیم که اصلا شدنی باشه در این حالت و نهایتا دوتا پادشاه با هم دیگه هر چقدر صحبت بکنن به تواهم نمیتونن برسن چرا چون شما تو آشپزخونهتون مش دارید داره از داخل شما رو میجوه و میخوره و همه شما رو از داخل تخریب میکنه برای همین شما هیچ وقت نباید آدمی مثل رابرت ملی رو بفرستی برای مذاکره و نم گفتگو این حرفا این مذاکرات برجام به کلی ایراد داره گذشته از اینکه خامنه ای چی میخواد یا نمیخواد یعنی به نظر من این هرگز به نتیجه نمیرسید اشکالش کجاست چرا به نتیجه نمیرسید ببینید رابرت ملی نماینده بخش خاصی از یک حزب آمریکاست یعنی حتی یه سری دموکرات ها مثل رابرت ملی فکر نمیکنن تو آمریکا تو واشنگتن و جای دیگه چه برسه به جمهوری خواه برای همین هر توافقی با این گونه آدم ها شکل داده بشه و جوش بخوره فورا پس از یک سری انتخابات مثلا مجلس یا مثلا انتخابات ریاست جمهوری همه چیز فرو میریزه چون به قدری توافقی که این آدم خاص که بسیار چپگرا و بسیار دوست و همخوان با رژیم اسلامی بسته انقدر بده برای آمریکا که رئیس جمهور بعدی و دولت بعدی و سیستم بعدی هیچ چاره ای نداره به جز اینکه میره به هم بزنه برای همین خامنه ای اینو میدونه این رابرت مالی هم برای همین تحویلش نمیگیرن اصلا الان آدمای رژیم یعنی آدمای خامنه ای چرا چون این اصلاً به درد نمیخوره توافق و تفاهمی نیاز داره خامنه ای نهایتا که بتونه پایدار بمونه و این توافق هر که باشه رابرت ملی اینا دارن کار میکنن امکان نداره بلند مدت باشه و خامنه ای به خوبی این رو میدونه الان خود کنگره ای آمریکا یک بند گنجوندن در بودجه نظامی جدید سال آمریکا در بودجه دفاعی آمریکا که از بایدن میخواد هر تحریمی رو که رفع میکنه و از رژیم برمیداره باید در قبالش بیاد تو کنگره توضیح بده که آیا تحت هیچ شرایطی این پولی که داره آزاد میشه میتونه کمک بکنه به حملات پهبادی و موشکی رژیم یا نه که قطعا هیچ کس نمیتونه چنین تحریمی بده یعنی نزدیک به غیر ممکن میشه این طرح رو هم حتی خود دموکرات ها یعنی نماینده های دموکرات کنگره امضا کردن یعنی این چیزیه که حتی خود هم حزبی های بایدن نمیتون ازش بگذرن خامنه اینا رو همه رو داره میبینه داره میبینه که هر توافقی داره میشه نهایتا کوتاه مدته به چی نیاز داره خامنه ای به یه توافقی که مثل کره شمالیه یعنی چی کره شمالی اصلا توافق نداره باش کشور. این چیزی که خامنه ای میخواد میگه که چی من بمب اتم دادم موشکامو دیدید تست کردم همه چی نشون داده شده و اینه که هست کره شمالی هم نه هست ما دوست داریم مردم بکشیم میکشیم دوست داریم زندان بکنیم زندان میکنیم شکنجه بکنیم شکنجه میکنیم آدمای مخالفو میذیم جلوی سگای هار بخورن جلو ما تفریح و هر کاری دلمون میخواد میکنیم خرابکاری هم اگه دلمون میخواد میکنیم چرا این کارا رو میکنیم چون دلمون میخواد اگر حرف اضافه بزنیدم موشک داریم اسرائیلو رو میزنیم با بمب نابود میکنیم ببینید این چیزی که خامنه ای دنبالشه بلند مدت یعنی ببین اصلا کره شمالی سال تبدیل شده به یه استخون رفته تو گلوی دنیا هیچ کارش نمیتونن بکنن این چیزی که خامنه‌ای داره میبینه این به درش میخوره نه اینکه مثلا دو سال جانکری بیاد یه توافقی ببنده دو سه سال پول بگیرن بعد یکی دیگه بیاد به هم بزنه بعد این ملی احمق بیاد آدمی که خود هم از بیاش قبولش ندارن بعد سال دیگه انتخابات الان پیش روه ممکن دموکرات‌ها کنگره رو از دست بدن اون وقت چی بسین قوانین جدید در میاد اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره خامنه ای فهمیده با قوانین آمریکا نمیتونه بازی بکنه یعنی نمیتونه بازی قوانین آمریکا بشه برای همین اصل مطلب رو هدف گرفته بمب مستقیم به سمت این حرکت میکنه هر آزادسازی تحریمی هم که بایدن به طرز بسیار احمقانه انجام داده از جمله فروش نفت غیرقانونی به چین که هنوز که هنوز نگرفته و هر لحظه که جلو اینو نگیره یک ضرر بزرگ برای آمریکا دنیا اسرائیل و به خصوص مردم ایرانه برنامه ساخت سلاح هسته رژیم متوقف نشده برای همینه که ضبط صوت های ای تو وین مدام یا نوارهای بلندتری رو پخش میکنن یعنی خواستاشون رو بیشتر میکنن هر بار اینم که اینقدر خودش رو دست بالا گرفته رژیم مثلا خواستی که وزیر خارجه انگلستان گفته چه بدی نیست اما اینا بهشون برخورده گفته اینو تحقیرآمیز و اونم توهین‌آمیز و بهشون برخورده چرا چون از الان دارن جوری سینه‌شون رو سپر میکنن برای بسیجیا ولاییا اینا که دارن میمیرن برای آقا که اینا انرژی بگیرن میگن ببینید دولت به این میگن میشته میجنگه ببینید خامنه خسته شده از اینکه سه سده هست پس از هر انتخابات راهپیمایی یا هر مسخره بازی که در میارن، میاد پشت تریبون در حضور چندین هزار بچه بسیجی و از مدرسه اینا رو با اتوبوس و همدون میبرن مثلا استادیوم در حضور اینا مدام میگه که مردم قیور ایران به نظام مقدس اسلامی امروز رأی دادن چرا اینا میگه به خاطر که هنوز که هنوزه مردم ایران واقعا این نظام رو به رسمیت نشناختن برای همین رهبر همین نظام به اصطلاح مقدس اینا هم قطعا رهبر ایران نیست و هر کاری تا الان کرده هر سختی به مردم ایران داده هر جنایت بشری که انجام داده به راحتی شاید نیم میلیون نفر ایرانی به خاطر کووید مردن به خاطر تحریمی که علی خامنه کرد و و قطعا این یکی از اتهاماتش و در لحظه محاکمه خواهد بود اگه اون موقع زنده بود حالا اما مثلا صد هست این داره مدام میاد میگه آقا مردم رای دادن مردم به نظام رای دادن شما برای که براتون روشن بشه واقعا که چرا رژیم خودش رو ایرانی نمیدونه هیچ نوع توافق و تفاهم نه با مردم ایران نه با دولت های غربی به دشت نمیخوره یه مثال براتون میزنم شما فرض بکنید یه خانواده هست و یه پدر داره این خانواده هر روز بعد از این پدر میاد خونه درک که واز میکنه میاد رو به هاش میگه کودکان من شما امروز ثابت کردید که به این خانواده اعتقاد دارید که تو این خونه هستی. بعد از یه مدتی لاقل این بچه ها باید از خودشون بپرسن که آیا پدر ما شک داره که ما فرار خواهیم کرد از این خونه که هر روز میاد ما رو میبینه واقعا شگفت میشه یعنی واقعا اینا دیگه دلیل دیگه این نداره چرا هر روز وقتی یه پدر میاد خونه مینه زن و بچهش خونن ازشون تشکر میکنه و میگه شما ثابت کردید که این خانواده هنوز پاورجاست چرا به خاطر اینکه احتمالاً انقدر روزا بیریخته که باید ما فرار میکردیم تا الان همینه هم علی خامنه‌ای خودش هم باور کنید باور نداره که تا این لحظه این حکومت دووم آورده. هیچ چیز دیگه نمیتونه داشته باشه هر بار این سخنان رو میگه ببینید به نظر من اگر خامنه‌ای زنده بمونه در سالهای آتی و اگر دوم بیاره رژیم بسیار راه سختی در پیش داره عربی ها و اسرائیل و آمریکا به زودی متوجه میشن که رژیم هدف گرفته بشه کره شمالی یعنی چیزی دیگه به درش نمیخوره اشکال بزرگی که وجود داره این که من رسانه های دولت های دیگه حتی از اسرائیلیا رو که میبینم متوجه شدم که اینا درک از جامعه ایران ندارن یعنی درک درسته از درون ایران ندارن در واشنگتن به خصوص رژیم در لندن و واشنگتن تعداد زیادی نفوذی فرستاده یعنی اندیشکده ها رو کلا خریده و خرجشون رو داره میده و اینا به کلی دارن اطلاعات غلط میدن به دنیا برای همین محاسبات غربی روی رژیم غلطه از همه بدتر این که ما هنوز موفق نشدیم یک جنبش فیزیکی بسازیم که مردم رو در خیابانها ببینن با یک گفتمان سیاسی بسیار مشخص هدفدار، رهبردار و یک ارگانیزیشن کامل از مردم ببینن و یک میلیشا و یک نیروی شپ نظامی ببینن که پیرای یک اخلاق درست غیر تروریستیه اخلاق سیاسی خاص و مشخصی داره رهبرش مشخصه کیه اصلا در آمریکاست اینطوری تنها راه اینکه که ما بتونیم میون بر بزنیم از این لابی هایی که رژیم ساخته اینه و ما الان با راهی که رژیم انتخاب کرده برای اینکه بره به سمت ساخت سلاح هسته و کار رو یک سره بکنه الان فرصت رو داریم الان اسرائیل و آمریکا هم آرام آرام گمان زنی ها داره به این سمت میره که تنها راه حمله نظامیه تا جایی که همین الان وزیر دفاع اسرائیل رفته آمریکا تا گفتگو بکنه با وزیر دفاع آمریکا برای ریختن طرح و نقشه ها برای حمله به تاسیسات اصلی رژیم و زدن و نابود کردن اینها و احتمالا یه سری تاسیسات نظامی هم برای سپاه هم شامل این خواهد بود این نقشه های جدیدی که قرار طرح بشه برای حمله به رژیم و در عین حال از همین الان مانوف گفتن در بهار اسرائیل مانوف های بزرگی تدارک دیده برای تحریزی و تمرین برای حمله به رژیم که حتی همین الانم هم گفته میشه شهروندان اسرائیلی میگن که پروازهای نیروی هوایی اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده با هواپیماهای کاملا مسلح دارن تمرین میکنن و این نشون اینه که اسرائیل واقعا داره میاد که با مشکل مواجه بشه اما همین الانم هم که الانه رژیم از خط قرمز عبور کرده به نظر من باید منتظر یک شورای حکام اضطراری باشیم در آژانس پس از اون احتمالا اینو پرونده رو فورا میفرستن شورای امنیت اونجا رژیم با تحریم های سفت و سختی به نظر من مواجه خواهد شد اما به هر حال هر اتفاقی بیفته مردم ایران نیاز دارن که یک جنبش ملی و ایرانی بسازن ببینید این حکومت باید بره جاش یک حکومت دیگه ای بیار اولا که باید یه قدرتی باشه که این حکومت رو ببره ثانیا که باید یه قدرتی باشه که امنیت دولت بعدی رو تأمین بکنه تمام این جنبش و این دولت بعدی و حکومت بعدی باید در چارچوب یک تفکر میهن پرستانه و ملی گرایانه باشه. بالاترین رهبر ملی که ما الان داریم شاه رضا پهلویه. ما باید از اخلاق ایشون استفاده بکنیم برای ایجاد خط و مرز و قرار گرفتن در یک چارچوب فکری. از اونجا به بعدش باید فعالیت ها آغاز بشه باید مردم گرد هم بیان هسته های برانداز ایجاد بکنن گردان های عملی و مبارز ایجاد بکنن و شاهزار رضا پهلوی هر حرکتی که میتونسته نسبت به مردم ایران انجام داده از اینجا به بعد اولین حرکت و توپی که در زمین هست در زمین مردم ایران هست مردم ایران باید در تظاهرات خودشون دیگه شعار آبونان ندن باید مستقیم بیان سر اصل مطلب خواست بازگشت شخص شاهزاده رضا پهلوی رو خواستار بشن و شعار بدن درخواست بازگشت به پادشاهی اون وقت شما میتونید توقعات بیشتری از شاهزاده رضا پهلوی داشته باشید در این حال این حرکت ها کمک خواهد کرد به ایجاد شبکه های حمایتی برای مبارزین در داخل ایران کشور ما یک کشوره پرچم ما یک پرچمه و رهبر ما شاهزاده رضا پهلویه امیدوارم این پادکست رو پسنده باشید تا برنامه بعد بدرود